سلام دوستای خوبم، به یک ویدیوی دیگر از آموزش قبتومار خوش آمدید. در این ویدیو پرکاری داخل قبتومار رو داریم. امیدوارم که استفاده داشته باشه. این قسمت داخلش رو ما با نخهای سبز پر میکنیم. شما هر نخی که دوست داشته باشید میتونید کار کنید. اول 3 تا دخت میزنیم. دختش مثل همون سرخنه هست. 4 تا تار روی سوزنه و 2 تا تارش رو میگذاریم. 2 تا تار بعدی رو میگیریم، از پایین 2 تا تار اضافه میکنیم. حالا 3 تا کوک زدیم. حالا یک تخت اینجا میدوزیم. 2 تا کوک، یک کوک بالا، یک کوک دیگه پایین. حالا دوباره یک کوک دیگه بالا میزنیم. دخت ها در کنار هم هست همینطور که میبینید. 2 تا تار از کنار دخت قبلی و 2 تا تار از بالا اضافه میکنیم. به این صورت حالا 2 تا دخت به سمت پایین کوک میزنیم تا این سرکجش تشکیل بشه و 1 دخت به سمت داخل. به این صورت هست. حالا این پایینی این تخت را پر میکنیم. از این داخل 1 دخت میزنیم و ادامهش دور اینو همینطور دخت میزنیم. از کنار سرخنه حالا دور تا دور اینو همینطوری دخت میکنیم. به این صورت هست. یک سرکجک دیگه هم اینجا میدوزیم. این دخت ها خیلی راحت هست. باید الگو داشته باشیم و از روی الگو تعداد دخت ها رو حساب کنیم و کوک کنیم. دور اینو کامل کوک میزنیم. این طرفش هم به سمت پایین کوک میزنیم. این دخت ها واقعا هم راحت و ساده هست و هم خیلی زیبا هست. برای کاربرد های مختلف، برای پیش مانتو، یقه و کارهای مختلف روی کیف. حالا اینجا هم 3 تا دخت به سمت پایین زدیم و این تخته دوم را به وجود میاریم. با دقت به این نگاه کنید. ببینید دوستان، در کنار هم 1 دخت بالا میزنیم، 1 دخت پایین. حالا 2 تا دخت به سمت پایین میزنیم. امیدوارم که این ویدیو برای اون دسته عزیزانی که هنوز قبتومار نداخته مفید واقع شوه. به این صورت ببینید عزیزان، به این صورت هست.
حالا ادامهش دور اینو کامل تا اون طرفو دخت میزنیم. به همین سادگی کارهای سبزیش تمام میشه و داخلش با هر رنگی دیگه ای که دوست داشته باشیم میتونیم پر کنیم، با رنگ نارنجی، با رنگ سرخ و رنگ های مختلف. هر رنگی که سلیقه شما پسندید میتونید داخل اینو پر کنید. یک دخت از وسط این دوتا به سمت بالا دخت میزنیم، کاملا باید از وسط باشه. 4 تار این وری کار مونده باشه و 4 تار اون وریش. اینو به همین طور ساده تا پایین رو دخت میزنیم. سبزی داخل این خانه تمام شد. حالا خانه دیگه، بقیه خانه ها رو به همین صورت تور میکنیم و داخلش رو با رنگ های دلخواه پر میکنیم. سایت ها رو زیر کوب محکم کنیم که باز نشنه. حالا سبزکاری های ما تمام شد. و داخل این سبزا را با رنگ سرخ پر میکنیم. این تار دو قد استفاده میکنیم چون این تار ما نازک هست. اگر یک مثل تار سبز یک لابی دوزیم دخت ما خیلی زیبا به نظر نمیرسه. نخی سبز ما کلوفتر بود، ما اونو یک قد دوختیم و این نخی قرمز خوره سرخ خوره دو قد میدوزیم. این خانه را کاملا پر میکنیم. باید توجه داشته باشیم که کاملا صاف 4 تار رو بگیریم، جاهای خالی رو کامل پر کنیم. کوب های خورا کج نزنیم، باید کاملا صاف در هر کوب 4 تار روی سوزن بگیریم. و داخل این خانه خالیگیش رو کامل پر میکنیم. این خانه ما کاملا پر شد. این وریش را و خانه بعدی را به همین صورت پر میکنیم.
دوستان در این ویدیو فقط همین خانه های باریک رو پر میکنیم. انشاءالله در ویدیوی بعدی خانه های دو طرفش رو پرکاری خواهیم کرد. اگر همه ایش در یک ویدیو انجام بدیم ویدیو طولانی میشه و خسته کننده میشه برای شما عزیزان. به خاطر اون ما تصمیم گرفتیم که در چند تا ویدیو جداگانه خدمت شما آموزش بدیم. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. بقیش هم همینطور.